آن شب دیگر ادیپ در خواب مرغ دریایی بزرگ سفید را بر فراز کرنت نمی بیند که تصویرش تا اینجا به او اجازه داده است گذر بی فرجام دقایق را تحمل کند. در آسمانش عقابی پرواز کنان ستارگان را آشکار و نهان می کند. با حرکتی با شکوه به سوی زمین شیرجه می رود. وقتی نزدیک ادیپ می شود برای ترساندن طعمه‌اش بالهای خود را با صدایی مهیب به هم می زند. این طعمه ادیپ است. او جست و خیز می کند. از چنگال عقاب فرار می کند. تمام نیروهایش هوشیار بیدار شده آماده مبارزه است. سپیددم آنتیگون برخلاف ممانعت نگهبان و مخالفت برادرانش وارد تالار می شود. می گوید پدر، تو مرا صدا می کنی. تو اجازه این کار را نداری. از زمان واقعه ادیپ دیگر سخن نمی گوید. دختر مبهوت و سردرگم می ماند وقتی او این گونه پاسخش را می دهد. من اجازه این کار را دارم ولی کسی را صدا نمی کنم. آنتیگون با نگاه از نگهبان سوال می کند. او با اشاره تأیید می کند که ادیپ صدایش نکرده است. دختر بیرون می رود. چند ساعت بعد باز می گردد. پدر، تو مرا صدا می زنی. بی وقفه مرا در دل خود فرا می خوانی. آنتیگون گریه نمی کند. ادیپ باور دارد که دخترش می تواند خود را نگه دارد. من فردا سپیددم می روم. تو به همراه ایسمن مرا به دروازه شمالی می بری. به مقصد کجا؟ او با صدایی هراس‌آور نعره می زند. نا کجا؟ هر کجا بیرون از تب؟